سپاسگزارم، مرسی. به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما حضار نازنین و بینندگان گرامی. امیدوارم تعطیلات آخر هفته خوبی رو به خوشی سپری کرده باشید. میریم به همراه شما یک مسابقه پرهیجان دیگر ببینیم. به مسابقه خودتون، به برنده باش، خوش آمد. از قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمانی دواست. شاید بعضیامون تو اولین لحظه‌ای که این جمله رو بشنویم پیش خودمون میگیم ای بابا، این از اون جمله‌هاییه که یه سری آدم علکی خوش هی میگن. ولی واقعیت همینه. دانشمندا معتقدن که کسایی که بیشتر میخندن مقدار بیشتری عمر میکنن. بیماران خنده رو زودتر مداوا میشن. این افراد کمتر دچار افسردگی میشن و کمتر درگیر ناهنجاری های اجتماعی هستن. پس زیادم از واقعیت دور نیست که بگیم خنده بر هر درد بی درمانی دواست. توی جشنواره افسانه ای اپلیکیشن برنده باش همه برندن. این جشنواره مخصوص کاربران اپلیکیشن برنده باشه که جایزش 250 میلیون تومنه. اگر تا الان موفق نشدین جزء نفرات برتر هفته قرار بگیرین، میتونین از این لحظه با عضویت در جشنواره افسانه اپلیکیشن این فرصت رو به دست بیارین. یادتون باشه که هر چی فعالیتتون تو اپلیکیشن ما بیشتر باشه، کدهای بیشتری رو به دست میارین و سهمتون از جایزه 250 میلیون تومانی این جشنواره بیشتر و بیشتر خواهد بود. لازمه بدونی که این جایزه متناسب با تعداد کدهای قرعه کشی بین حداقل 50 نفر تقسیم میشه. کافیه که همین الان 3710 مربع رو به صورت رایگان شماره گیری کنید و اپلیکیشن رو از طریق منوی برنده باش نصب کنید و از قسمت کسب امتیاز جشنواره افسانه‌ای رو فعال کنید. به افتخار همه 710. یک راست میریم سراغ چهار شرکت کننده این هفته. رتبه چهارم اپلیکیشن برنده باش جناب آقای علی نظری منش از شهر خرم‌آباد. سومین نفر مسابقه این برنامه ما جناب آقای مرتضی آخری از روستای کشانک. رتبه دوم شرکت کنندگان این هفته جناب آقای رضا دالوند از شهر خرم‌آباد. و اما نفر اول شرکت کنندگان این هفته مسابقه بزرگ اپلیکیشن برنده باش جناب آقای مسعود مهدوی از شهر تهران. خیلی خوشحالم. خب آقا مسعود، لطفا خودتون معرفی کنید. مسعود مهدوی هستم، اصالتا اهل شهرمیرزاد، متولد تهران و ساکن تهران. خوش اومدین. میزان تحصیلاتتون چیه؟ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع. کجا درس خوندین؟ لیسانس شریف. بحبه. کارشناسی ارشد امیرکبیر. همراهتون که تو سالن؟ همسرم، دوتا از دامادام و دخترم. یکی از دخترم. یه نفر میکروفونو بگیره. سلام عرض می‌کنم، خواهم خیلی خوش اومدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم آقای گلزار. تشکر از برنامه خودتون عوامل. انشاءالله که موفق باشیم. بسیری هستم، همسر آقای مسعود مهدوی. خوش آمدید. بفرمایید که آقا مسعود میزان مطالعه هفتگیش چقدره؟ ایشون کلان اهل مطالعه بودن، اما با نصب اپلیکیشن یک هفته کامل رو 20 ساعت کامل ایشون مشغول بودن. 4 ساعت ما بقی رو دختر خانم ها و آقا داماد ها و خودم با ایشون. 20 ساعت شبانه روز. این دو داماد عزیز که در سالن حضور دارند، یکیشون نیومده دیگه.
بله. این دو دامادی که حضور دارن چقدر کمک کردن در مسابقه؟ واقعا کمک کار بودن، شبانه روز کمک کار بودن. خب پس تیمی زحمت کشید، خانوادگی رتبه اول هم به دست آوردنش خیلی کار سختی. منم براتون آرزوی موفقیت میکنم. سال یک از 15، سال یک میلیونی بفرمایید. املای کدام گزینه نادرست است؟ گزینه یک شعف شادمانی، دو تألیف جمع‌آوری مطالب، سه تازیانه شلاق، چهار تأمل فکر کردن. فکر میکنم گزینه چهار. چهار انتخاب آخرتون رو بفرمایید. بسیار عالی. خب سال دو از 15، سال دو میلیونی بفرمایید. جویدن آدامس در کدام کشور ممنوع است؟ علکی آدامس نمیتونم بخورم؟ چجوری میشه؟ گزینه یک چین، دو کره شمالی، سه سنگاپور، چهار تایوان. سه تا گزینه کمکی دارید. چه قانونیه با؟ بین دو تا گزینه چک دارم. خواهش میکنم اگه شک داری اعلام نکنید که بتونیم از گزینه 50-50 تو کمک 50-50 رو استفاده میکنم. دو تا گزینه غلط سوال رو براشون حذف کنید لطفا. سنگاپور فکر میکنم. گزینه آخرتون گزینه 3 است. بفرمایید. حتی جریمش تا 2 سال زندان و $3,000 هم جریمه نقدی ممکنه داشته باشه. چقدر سخت میگیرن. سوال 3 از 15، سوال 3 میلیونی بفرمایید. پهناورترین استان در بین گزینه‌های زیر کدام است؟ گزینه 1 کرمان، 2 اصفهان، 3 خراسان جنوبی، 4 فارس. فکر میکنم گزینه 1. یک انتخاب آخرشونه بفرم. با حدود 182,000 کیلومتر مربع رتبه اولو داشته. سال 4 از 15، سال 4 میلیونی ما بفرمه. اعطای نشانهای دولتی با کدام مورد است؟ گزینه 1 نمایندگان مجلس، 2 رئیس مجلس شورای اسلامی، 3 رئیس جمهور، 4 وزیران. فکر میکنم گزینه 3. 3 انتخاب آخرشونه بفهمید. سال 5 از 15، نقطه امن اول ما بفرمید. یک گیم در تنیس روی میز شامل چند امتیاز است؟ گزینه 1 11 امتیاز، 2 15 امتیاز، 3 21 امتیاز، 4 25 امتیاز. فکر میکنم گزینه 3 درست. ما اجازه بدین کمک حضار استفاده. بله حضار محترم در سالن، اگه پاسخ سوال رو میدانید لطفاً. گزینه 1 59%، 2 17%، 3 13%، 4 11%. احترام میذارم به نظر. گزینه 1 رو انتخاب میکنیم.
خیلی ممنون. خواهش میکنم که بفرمایید برنامه ریزیتون چیه برای این مبلغی که بردیم؟ تو ما فکر میکنیم اگر یه مقداری بیشتر بتونیم ببریم میخواییم خانوادگی بریم کربلا انشالله. توکل به خدا. خب آقا مسعود من کمکم رو کردم. خواهش میکنم دست شما از گزینه کمکی دیگه‌تون استفاده کنید، عجله‌ام نکنید. مطمئنم که مبالغ بیشتری خواهید بود. سال 6 از 15، سال 6 میلیونی بفهمید. خواهش میکنم. کدام یک از یگان‌های ارتش از ترکیب 3 یا چند گروهان تشکیل می‌شود؟ گزینه 1 تیپ، 2 گردان، 3 هنگ، 4 ریگاد. گزینه 2 گردان. گزینه 2 انتخاب آخر شد. بفرم. سال 8 میلیونی 7 از 15 بفرمید. کدام گزینه طولانی ترین پل معلق خاورمیانه است؟ گزینه 1 پل مشکین شهر ایران، 2 پل دیر الزور سوریه، 3 پل سلطان فاتح ترکیه، 4 پل شیخ زاید ابوظبی. گزینه 3 و 4 شک دارم. پس اجازه بدین تماس تلفنی برقرار بشه. تماس تلفنی با کی باید برقرار بشه؟ با دخترم. لطفاً دختر محترمشون بیارین رو خط. ریحان هست اسمش. خانم سلام عرض میکنم، من محمد رضا گلزار هستم از مسابقه برنده باش. احوالتون خوبه؟ احوال گلزار خیلی. از لحظه که ارتباط شما با پدر برقرار میشه 30 ثانیه فرصت دارین کمکشون کنین. حاضرین؟ بله بله. خواهش میکنم بفرم. سلام، طولانی ترین پل معلق خاورمیانه پانزده ثانیه مشکین شهر گزینه 1. گزینه 1 انتخاب آخرتونه. بفرم. پل مشکین شهر 2 متر عرض داره و 365 متر طول داره. آفرین، به هر حال 8 میلیون بردید. ادامه میدید؟ میخواین یه مشورت چیکار کنیم واسه؟ با توکل به خدا و اعتمادی که به شما دارم کمک آقای گلزار. خواهش میکنم. آقای گلزار که کمکشونو کردن. اگر سلام میدونین ادامه بدین. ادامه میدم آقای گلزار. من فکر کنم یه سوال دیگه ادامه بدن بعد اگر شما اجازه بدید توکل به خدا و شرایط اینجا دیگه بعدش اجازه بدین استراحت. دست شما در نکنه. متشکرم. افتخار خودم. بفرمایید. سوال 8 از 15، سوال 10 میلیونی بفرمایید. مرگ هیتلر به چه صورت بوده است؟ گزینه 1 در جنگ، 2 خودکشی، 3 به دست همسرش، 4 به دست یارانش. فکر میکنم گزینه 2 باید درست باشه. دو انتخاب آخرشونه. ما شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. شب بخیر. خدا نگهدار.
خواهر اجازه میفرمایین ما خدافظی کنیم. من به ایشون اعتماد دارم، انشالله سوالهای بعدی رو هم جواب بدم. زنده باد. باشه پس توکل دیگه فقط به خدا. شما کمک بکنید اگه شما کمک کنید. هر کمک کردید، خیلی کمک کردید. بیشتر از این دیگه ما اجازه نداریم. من معذرت میخوام، من به خاطر همین عرض میکنم. اگر ما به ایشون اعتماد داریم، تو سوالای ما یه مقدار سخت میشه. الان 10 میلیون بردن. سه تا گزینه کمکی هم استفاده کردن. خودشون صلاح میدونن. محمد حسین ممکنه سوال بعدی در دایره اطلاعات ایشون نباشه. متفقا میگن ادامه بدیم. بسم الله بفرمایید. سوال 9 هست، 15 سوال 15 میلیونی بفرمایید. بزرگترین گنبد آجری جهان چه نام دارد؟ گزینه 1 گنبد مسجد بیت المقدس، 2 گنبد مسجد امام اصفهان، 3 گنبد مسجد ایا صوفیه، 4 گنبد سلطانیه. سکوت کنید خواهش میکنم. آچمز شدیم جا؟ ما آچمز شدیم. زنده باشید. ما که قبلش شدیم که فرداشم. من که بهت میگم باشو برو. فکر میکنم گزینه 4 باشه. گزینه 4 انتخاب آخر شد. بفهم که بزرگترین گنبد آجری جهانه، سومین گنبد بزرگ جهان هم هست که در زنجان قرار داره. تبریک میگم خانم. دیگه پیشنهاد دیگه هم دارین؟ توکل تو علالله. بله اون که میدونم. 15 میلیون بردن؟ 15 میلیون بردی برادر؟ برنامه ریزی براش نداری؟ سفر و اینا یه دفعه میشه 5 میلیون؟ سوال بعدی رو جواب بدین میشه 20 میلیون. 5 میلیون من اصرارم برای اینکه خیلی سخته های گلدار. بعدی سوال بعدی رو اجازه بدین چک کنم. نه خیلی سخت نیست. توکل بر خدا ادامه میشه. اشکال نداری میریم سراغ سوال بعد. بفرمایید سوال 10 از 15 نقطه امن دوم ما. سوال 20 میلیونی بفرمایید. کدام یکی از آنزیم های زیر چربی ها رو تجزیه میکند؟ گزینه 1 لیپاز، 2 لاکتاز، 3 پروتئاز، 4 ساکاراز. فکر میکنم گزینه 1 درست باشه. انتخاب آخر بفرم. ممنون. ای بابا اشتباه کردم. نه خیر بابا افتخار شد دست بزن. بیست میلیون بردین. نقطه امن دوم ما این دیگه. با آرامش میتونید به بقیه مسابقه بپردازید. من یه خانواده بزرگی دارم آقای گلزار. خدمت شما عرض کنم که 3 تا داماد دارم، 3 تا دختر دارم، یه نوه دارم. حاج خانممونم اینجا. خدا حفظش کنه. همه رو جواب دادیم. میخوام بدونم این 2 تا داماد، این 3 تا داماد عزیز چی کار میکردن تو طول مدت مسابقه؟ ما یک هفته منزل این داماد وسطی داماد بزرگمون بودیم، آقا محمد حسین. تمام زحماتمون با ایشون بود. بحب. اما من اگه اجازه بدید یه مطلبی میخوام عرض بکنم. زمان پخش این برنامه مصادف با 17 اسفند که روز تولد امام محمد باقر علیه السلامه و روز تولد دختر کوچیکم که الان اینجا نیست. بله. میخوام از همینجا روز تولدش رو بهش تبریک بگم. تولدشون مبارک باشه. ایشالا بهش دست بزنیم.
چه روز عزیزیه، 20 میلیون جایزه و تولد دختر تولد امام احمد باقر رو همش با هم مصادف شد. سال 11 است 15 سال 25 میلیونی ما بفرمایید. خواهش می‌کنم. شهر ماچو پیچو اجازه بدیم من خداحافظی کنم. منم خداحافظی کنم. بشینی جواب ندید چیزی از اصل نمیدید. ماچو پیچو از عجایب هفتگانه جدید دنیاست. در کدام کشور قرار دارد؟ گزینه یک آمریکا، دو اندونزی، سه پرو، چهار فیلیپین. فکر میکنم اندونزی باشه. آقای گزینه دو انتخاب آخرتون بفرم. نه اگه اجازه نفرمید پس نمیشه. گزینه سه. سه انتخاب آخرشونه بفرم. اعتراف فقط حواستون باشه باز اون درش. بله اون اشکال نیفتیم. توی جشنواره افسانه ای اپلیکیشن برنده باش هر چی تعداد کدهای قرعه کشیتون بیشتر باشه سهمتون از جایزه 250 میلیونی جشنواره بیشتر و بیشتر خواهد بود. حالا برای اینکه تعداد کدهای قرعه کشیتون رو افزایش بدین باید بستهای بیشتری رو فعال کنید و به سوالات بیشتری پاسخ بدید. میدونین که با فعال کردن هر بسته و پاسخ صحیح به سوالات اون بسته سه تا کد قرعه کشی به دست میارید. حالا با کدهای قرعه کشی که به دست آوردین راه رسیدن به جایزه 250 میلیون تومانی اپلیکیشن خیلی کوتاه و کوتاه‌تر شده. کافیه که 3 تا رفسر 10 مربع رو به صورت رایگان شماره گیری کنید و بعد از نصب اپلیکیشن از قسمت کسب امتیاز در جشنواره افسانه ما عضو بشید. به افتخار 710 تو فرهنگ ایرانی خندیدن و لطیفه گویی خیلی مرسومه. جالبه که بدونید در ادبیات ما یکی از راه‌های اصلاح جامعه و پند دادن به دیگران بیان مسائل در قالب طنز، چه به صورت ضرب و مثل‌های کوتاه و شیرین، چه به صورت داستان‌های بامزه‌ای که هممون در دوران کودکی از بزرگترامون شنیدیم که الان حتما همتون مثال‌هاشو تو ذهنتون دارید. این مثال‌ها یا قصه‌هایی که تو ذهنتون میاد با لبخند چیزهای خیلی زیادی رو به ما یاد داده و باعث اصلاح خیلی از رفتارهای اشتباه ما شده. مثل همیشه باید قدردان فرهنگ قشنگ ایرانی باشیم. به افتخار همه ایرانی های عزیز یک بس. میریم سراغ دومی شرکت کننده این هفته جناب آقای رضا دالوند از خرم‌آباد. جناب دالوند لطفا خودتون معرفی کنید.
الهی از جود تو هر مفلسی را نصیبی است، از کرم تو هر دردمندی را طبیبی است، بر سر هر مؤمن از تو تاجی و در دل هر موهب از تو سراجی است. به نام خدا، رضا دالمن هستم، مقطع کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه خرمباد، از خرمباد لرستان. سلام دارم خدمت مجری توانای برنامه بزرگ برنده باش، حضور محترم در سالن و بینندگان. 20 میلیون بیارین خدمت آرزو ما تقدیم کنیم. آرزو خیلی خوش اومدین. من اضافه میکنم که این استرس حاکم نباشه بر برنامه. خیلی خوش اومدین. میزان تحصیلاتتون چیه؟ کارشناسی هستم. کارشناسی مهندسی صنایع. صنایع. خب از کجا درس خوندین؟ دانشگاه خرمباد. دانشگاه خرمباد. همراهتون تو سالن کیه؟ همراهم رفیق همیشگیم پدرم، برادر کوچکترم و دوست خانوادگیمون آقا وحید هستن اینجا. پدر محترم لطفا میکروفون رو میگیرید. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید. تشکر. آقا رضا بفرمایید که خیلی خوش اومدید، لطفا خودتون معرفی کنید. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. آقای گلزار، حضور محترم، بینندگان عزیز، خوش اومدید. در خدمتی. آقا رضا، میزان مطالعه‌اش در دوران مدرسه و کودکی چقدر بوده؟ دوران مدرسه واقعا همیشه شاگرد ممتاز مدرسه بودن، دانشجوی نمونه دانشگاه بودن، درس ایناش خوبه، مطالعهشون خوبه. بهشون افتخار میکنن چون واقعا تو دوران درس و دانشگاه همیشه خوب بودن. بله. زنش نمیخوایم بدیم اینجا فعلا. نه نه، خیلی باشه. الان بفرمایید که بعد از مسابقه برنده باش شرکت در اپلیکیشن، میزان مطالعه چقدر اضافه شده؟ میزان مطالعهشون تقریبا در هفته بین 10 تا 12 ساعت، بعدش هم از موقعی که شرکت کردن در جلسه و در این امتحان مطالعهشون خیلی بیشتر بوده، به خصوص هفته آخر بیشتر و بیشتر، 24 ساعت آخری که دیگه واقعا تلاش کردن خودشون به تنهایی. تنها بله. من شریک نداشتم، خودم تنها بودم. امیدوارم که به جوایز زیادی دست پیدا کنم. سال یک از 15، سال 1 میلیون. کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟ گزینه 1 گندم، 2 نانوا، 3 نان، 4 آرد. گزینه 1 گندم. یه مرتبه دیگه. آها ببخشید، گزینه 2 نان با. گزینه 2 انتخاب آخر. بله بفهم. آقا رضا آرامش تو حفظ کن، من کمکمو کردم بهتون، 3 تا گزینه کمکی داریم. سوال 2 از 15، سوال 2 میلیونی، بفرمایید. تنها جانداری که در ماکروویو زنده میماند کدام است؟ گزینه 1 زنبور، 2 مگس، 3 مورچه، 4 فیل. گزینه 4 فیل انتخاب میکنم. گزینه 4 فیل انتخاب آفرین، نکته انحرافی شد رفت، یعنی چون فیل تو مایکروویو جا نمیشه فیل رو انتخاب کرد. چه بامزه. گزینه 3 مورچ. 3 مورچ انتخاب آخر. بله بفهم. چقدر کار میکنه. گزینه که سوال 3 از 15، سوال 3 میلیونی، بفرمایید. مجموعه داستان راستان نوشته کیست؟ گزینه 1 شهید مطهری، 2 جلال آل احمد، 3 دکتر شریعتی، 4 هوشنگ مرادی کرمانی. 3 تا گزینه کمکی دارید. به نظر شما از کدوم گزینه استفاده کنیم؟ گزینه حضار مطمئنم کمکتون. از گزینه حضار استفاده کنیم. حضار محترم، داستان راستان مالکی است، اگر میدانید پاسخ بدید.
گزینه 1.80%، 2.10%، 3.6%، 4.4%. احترام میذارم به گزینه. گزینه 1. 1 انتخاب آخر شد، بفرمایید. سوال 4 از 15 4 میلیونی بفرمایید. وزن تقریبی قلب چقدر است؟ گزینه 1 200 گرم، 2 250 گرم، 3 300 گرم، 4 350 گرم. این رو باید تماس تلفنی بگیریم، سوال آسونی نیست. از تماس تلفنی با کی باید تماس بگیریم؟ با آقای امیر باروند. امیر رو لطفا بیارین رو خط. میزان تحصیلاتشون چیه؟ کارشناسی پرستاری هستن ایشون. تموم شده رفت. نسبتش چیه با شما؟ دوستم هستن. باشه، تهرانه امیر؟ نه، ایشون هم خورم بودن. باشه، امیر رو بیارین رو خط لطفا دوستان. امیر جان سلام، من محمد رضا گلزار هستم از مسابقه بزرگ برنده باش. سلام جناب گلزار، شما خوبین؟ متشکرم، ممنون. از لحظه که ارتباط شما با آقا رضا برقرار میشه 30 ثانیه فرصت دارین کمکش کنین. حاضرین؟ در خدمت. بفرمایید. خواهش. وزن تقریبی قلب چقدر است؟ وزن تقریبی قلب چقدر است؟ گرم. چند امیر جان؟ 300. متشکرم. گزینه 3 300. 3 انتخاب آخرشونه بفرم. سوال نقطه امن اول ما سوال 5 میلیونی بفرمایید. افراد گیاهخوار در معرض کمبود کدام نوع از ویتامین ها هستند؟ گزینه 1 ویتامین B12، 2 ویتامین A، 3 ویتامین C، 4 هیچ کدام. ویتامین آ که من میگم برای اینکه به نقطه امن اول ما حتما برسی که منم دیگه اجازه کمک ندارم بهت، 50-50 رو استفاده کن. دو تا گزینه غلط سوال رو برات حذف کن. باشه، 50-50 رو استفاده. دو تا گزینه غلط سوال رو براشون حذف کنین. گزینه 1 ویتامین 1 انتخاب آخرشونه بفرم. میلیون بردیم. برنامه ریزیتون چیه برای شاه رضا؟ والا جناب گلزار، من هدفم از شرکت در این مسابقه آزادی یکی از آشناهای عزیزمون که تو زندان بودن بود. همگی کمک کردن که من بیام اینجا و تو این مسابقه شرکت کنم تا بتونیم پول مهریه ی عزیزی رو جور کنیم که ایشون بتونن از زندان آزاد بشن. یعنی بابت مهری الان ایشون بله. تو زندان هست. بابت مهری خانمش. بسیار. آره. امیدوارم که پول به اون مبلغ برسه. الان 5 میلیون بردین، 3 تا گزینه کمکتون استفاده کردین. خواهش می‌کنم دقت کنین. سوال 6 از 15، سوال 6 میلیونی. ترکیب اصلی سیتوپلاس چیست؟ گزینه 1 آب، 2 پروتئین‌های محلول در آب، 3 کلروفیل، 4 گزینه 1 و 2.
گزینه 4 گزینه 1 4 انتخاب آخرشونه بفهمید. ادامه میدیم با کمک شما؟ بله من کمکم رو کردم. من پیشنهادم اینه که یک سال دیگه هم ادامه بدید، چون ببرید 2 میلیون میرید بالا به بازی 1 میلیون. من سال 7 از 15، سال 8 میلیونی. بفرمایید نام دیگر مازوت یا نفت سیاه چیست؟ گزینه 1 نفت کوره، 2 گریس، 3 مازوت، 4 اتر. فکر میکنم گزینه 1ه. 1 انتخاب آخرش. بفرم آقا رضا، 8 میلیون بردی، 3 تا گزینه کمکیت هم استفاده کردی. این 8 میلیون حتما به دردتون میخوره. اگه اجازه بدین یه مشورت داشته باشیم. بفرمید. خواهش. به نظر من گزینه‌هاش استفاده کردن، حالا نظر خودشونه، با توجه به اینکه توانایی و استعداد و هوشی که هم دارن، حالا دیگه سلیقه‌شون خودشون باید انتخاب کنن ادامه بدن یا به هر حال به کمک شما هم دیگه. خواهش میکنم، من کمکم رو کردم، الانم باز کمک کردم. شما تا الان واقعا کمک کردین، بازم اگه ازشون خواستم ادامه بدن. در این ارتباط که حالا سوال بعدی ممکنه در دایره مطالعات ایشون نباشه، حتما ایشون پسر باهوشی هست که اینجا رتبه دوم. چیزی که من میبینم واقعا معلوماتی که ایشون داشتن الان استرس یه خورده حاکم شده. حتما همینطوره، وگرنه انتظارهای دیگه پس انصراف میدن. ممنونم. پیشنهادتون چیه؟ دیگه نظر خودشونن. نظر خودتون چیه؟ اگه اجازه بدین یه سوال دیگه هم بدین. جواب بدی 2 میلیون اضافه میگیری، جواب ندی 3 میلیون کمتر میگیری. من وظیفه‌ام رو به شما اندازه‌دار داریم کمکش رو کنید. من کمک کردم، خیلی کمک. سوال دیگه هم اگه سوال بعدی خیلی سوال سختیه. پس میتونن انصراف بدن دیگه. حالا یه سوال سختیه واقعا. من وظیفه‌مه که به شما بگم. تو گوشم هم هی میخونن دیگه، اجازه کمک نداری. میشه آقای گلزار سوالش براشون بخونین؟ اجازهش رو نداریم، ببخشید، این امکانش نیست. ولی خب رو سوال اول کمکشون کردم، همین که بهشون هم گفتم ادامه بدید، یعنی کردی. که میدونستم سوالی که از پسش برمیاد. این دو تا کمک بوده که من تو این مسابقه انجام دادم. خواهش میکنم تصمیم بگیرید، ادامه میدین یا انصراف میدین؟ باشه لطف کردین، انصراف میدم. انصراف؟ بله. آقا بشین، بعد نگید که من اگر میتوانست میخوندین پاسخ میدادم. الان حق با شماست، دوست دارین ادامه بدین؟ من با کمال میل اینجا وظیفه‌م اینه که سوال میشه بگین تو چه هیته ای؟ خیلی سخته سوال بعدی. تو چه هیته ایه؟ شما تشریف ببرین بعد من سوالو میخونم براتون. اگه تشریف ببرم سوالو میخونم؟ بله. اون موقع دیگه این سوال به درد ایشون نمیخوره. خب پس الان هم به دردش نمیخوره، نگران نباش. یه مقدار داریم از مدل مسابقه خارج میشیم. خواهش میکنم اجازه بدید یا ادامه بدید یا انصراف بدون. انصراف بدون. به افتخار شده است. یقین بدون جواب نمیدون. بعد هم بفهم. اگر تا الان جشنواره افسانه ای رو فعال نکردین باید عجله کنید. توی این جشنواره همه برندن، فقط سهمشون از جایزه افسانه‌ای با هم متفاوته. کافیه که عضو جشنواره ما بشین و سهمتون رو از جایزه 250 میلیون تومانی جشنواره افسانه‌ای افزایشش بدید. برای کسب سهم بیشتر کافیه بسته‌های بیشتری رو فعال کنید و به سوالات هر بسته پاسخ صحیح بدید. اینجوری هم سطح معلومات خودتون محک میزنید و هم مبلغ بیشتری رو از جایزه 250 میلیون تومانی اپلیکیشن به دست میارید. حواستون باشه که این جشنواره فقط تا پایان اسفند ماه برقراره و جایزش متناسب با کدهای قرعه‌کشی
بین حداقل 50 نفر تقسیم خواهد شد. پس 3 تا رفسنجان 10 مربع رو به صورت رایگان بگیرید و از منوی برنده باش اپلیکیشن ما رو نصب کنید و از قسمت کسب امتیاز به جشنواره ما بپیوندید. بفرمایید. میریم سراغ شرکت کننده سوم این هفته، جناب آقای مرتضی آخری از روستای کشانک. لطفا خودتون معرفی کن. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما حضار محترم و بینندگان در منزل. مرتضی آخری هستم از استان خراسان شمالی، روستای کشانک. خوش اومدی. میزان تحصیلاتتون چیه؟ فوق لیسانس مدیریت آموزشی. بفرمایید همراهتون کیه تو سالن؟ خواهر خانومم و دخترشون و دو تا از دوستای خوبم. یه نفر میکروفون رو بگیره. سلام عرض میکنم خدمت شما، هنرمند عزیز، مجری توانا، حضار محترم و بینندگان عزیزی که متعاقبا این برنامه رو میبینن. خیلی خوش اومدین. بفرمایید آقا مرتضی، هفته آخر چقدر درگیر اپلیکیشن بود؟ بیش از اون که فکر بکنی تلاش کردن، چون بنده خدا خانمش به قول معروف کمکش میکرد، ما تشریف نداشتیم شهرستان، ولی اون چیزی که دورا دور شنیدم خیلی تلاش کردن. هلوش 2.5 تا 3 ساعت هفته داشتن تلاش میکردن و هفته آخری که مونده بود به حساب به مسابقه تلاششون خیلی مضاعف شده بوده که به حساب 4 ساعت و شبانه روز که اونم خانمشون فقط کمکشون میکردن تو 24 ساعت. به نظر شما به نقطه امن اول ما میرسن؟ 100%. 100%. به امید خدا. به امید خدا. سال 1 از 15، سال 1 میلیونی بفرمایید. کدام شغل را اصطلاحاً حداد میگویند؟ گزینه 1 نجاری، 2 آهنگری، 3 لوله کشی، 4 پارچه فروشی. فکر کنم گزینه 2 درست باشه. 2 انتخاب آخر شونه بفهم. سال 2 از 15، سال 2 میلیونی بفرمایید. ماده شیمیایی که تقریبا در برگ و ساقه تمام گیاهان وجود دارد و رنگ آنها را سبز می کند چه نام دارد؟ گزینه 1 کلروفیل، 2 فیتوکمیکال، 3 لیکوپن، 4 آستاگزانتین. فکر می کنم گزینه 1 درست باشه. انتخاب آخر شما بفرمایید. سال 3 از 15، سال 3 میلیونی بفرمایید. پایتخت مجارستان کدام شهر است؟ گزینه 1 بخارست، 2 والتا، 3 مینسک، 4 بوداپست. فکر میکنم گزینه 4 بوداپست. 4 انتخاب آخر شد. بفرمایید. سال 4 میلیونی بفرمایید. کلسیوم کدام گزینه هم اندازه کلسیوم موجود در شیر است؟ گزینه 1 کلم بروکلی، 2 اسفناج، 3 لوبیا سبز، 4 نخود فرنگی. فکر میکنم گزینه 2 درست باشه. خب این کمک من که پیشنهاد میکنم که از حضار کمک. گزینه 50-50. نه ببخشید، حضار محترم. حضار محترم در سالن، لطفاً اگر گزینه ای را میدانید انتخاب کنید. گزینه 1 66%، 2 22%، 3 6%، 4 6%.
احترام میذارم. گزینه سه ای هم که انتخاب کرده بودی من گفتم نه رو، باز دوستان زحمت کشیدن. گزینه دو رو انتخاب کرده بود، 22% دو رو. الان احترام میذارین کدوم گزینه رو؟ گزینه یک. گزینه یک انتخاب آخرشونو بفهم. ویتامین C، گلوتامین و اسیدهای آمین است. سوال 5 از 15 نقطه امن اول ما، بفرمایید. واژه ریال به چه زبانی است؟ گزینه 1 فارسی، 2 عربی، 3 اسپانیایی، 4 هندی. من خواهش میکنم اگر نمیدانید ریسکی جواب ندید. تماس تلفنی برای با کی باید تماس؟ آقای مهدی قدیمی با جناق هم هست. مهدی رو لطفا بیارین رو خط با جناق عزیز رو. الو آقا مهدی، سلام عرض میکنم، من محمد رضا گلزار هستم از مسابقه بزرگ برنده باش. حالتون خوبه؟ سلام دارم گلزار، خیلی ممنونم، تشکر. از لحظه ای که ارتباط شما با این عزیزمون برقرار میشه 30 ثانیه فرصت دارین کمکش کنیم. حاضرین؟ در خدمت هستم. ممنون. خواهش می‌کنم بفرمایید. واژه ریال به چه زبانی است؟ واژه ریال به چه زبانی است؟ ده ثانیه. هندی اروپایی. چهار گزینه رو بخونیم. 5 ثانیه. هندی، عربی، فارسی، اسپانیایی. هندی. گزینه آخر تو کدومه؟ گزینه 4 هندی. هندی. من اینجوری شنیدم. 50-50 رو براشون استفاده. دو تا گزینه غلط سوال رو حذف کن. گزینه 1 فارسی. انتخاب آخرتون فارسی، بفرم. گزینه 1. یعنی من سوالم از شما اینه، به نظرتون اگر ریال ریشش فارسی بود من به شما میگفتم که حواستون رو جمع کنید، سریع تصمیم نگیرید؟ یعنی من با این راهنمایی که کردم 100% گزینه 1 نخواهد بود. ایشون که گزینه 2 رو گفت که من باز راهنمایی کردم، 4 هم که گفتی گفتم 50-50 رو استفاده کنم. چجوری میشه باز شما؟ من خونده بودم اینو جایی، ولی استرس منو گرفت. افتخار شد. یه دست بزنید آقا. تبریک. بیاین از این به بعد به این نکته بیشتر دقت کنیم، مراقب باشیم که خنده ما باعث غم کس دیگه نشه. یه وقت خدای نکرده برای خندیدن خودمون باعث تمسخر دیگران نشیم، کسی رو نرنجونیم. میشه که کنار هم شاد بود و با هم خندید. یکم فقط باید دقتمون رو بیشتر کنیم که همیشه با هم بخندیم. به جای خندیدن به اشتباهات دیگران میتونیم راهنماییشون کنیم، میتونیم کمکشون کنیم که اون مشکلشون رو حل کنه. اینطوری میتونیم تو شادی و لبخند همیشگی اون شخص ما سهیم باشیم. یادمون باشه که چهره ها با لبخند زیبا دارن. خب میریم سراغ آخرین نفر مسابقه این هفته، جناب آقای علی نظری منش از خرم آباد. علی جان خیلی خوش اومدید. لطفا خودتون معرفی کنید. به نام خدا.
سلام عرض میکنم خدمت شما، حضار محترم و بینندگان برنامه. علی نظری منش هستم از خرم آباد. لطفا یه ذره بلندتر صحبت کنید. بله. میزان تحصیلاتتون چیه؟ کارشناس ارشد مهندسی عمران. گرایش سازه. گرایش سازه. به به. همراهتون کی تو سالن؟ برادرم هستن، آقای محمد نظری منش. لطفا میکروفونو بگیرید. درما خدا، سلام عرض کنم خدمت شما، بینندگان محترم و حضار. خیلی خوش آمدید. میزان مطالعه علی در هفته چقدره؟ قبل از شرکت در مسابقه به خاطر مشغله کاری که داشتم مطالعاتشون قطع شده بود، ولی از زمانی که تو مسابقه شرکت کردن روزی 1 ساعت تا 2 ساعت مطالعه. یکی دو ساعت در روز؟ در روز. وقتم نه اول ما میرسن اگه خدا بخواد. توکل به خدا. سوال یک از 15، سوال 1 میلیون. حیله کردن کنایه از چیست؟ گزینه 1 اجبار، 2 انکار، 3 اصرار، 4 اختیار. فکر کنم گزینه 3. 3 انتخاب آخر. بله بفرمایید. سال 2 از 15 بفرمایید. رشد کودک در چه فصلی بیشتر است؟ گزینه 1 بهار، 2 تابستان، 3 پاییز، 4 زمستان. فکر کنم گزینه 1. گزینه 1 انتخاب آخر شده. بفرمایید. سوال 3 از 15، سوال 3 میلیونی. بفرمایید. زمان هر مسابقه کشتی چقدر است؟ گزینه 1 2 زمان 3 دقیقه‌ای، 2 زمان 5 دقیقه‌ای، 3 2 زمان 6 دقیقه‌ای، 4 3 زمان 3 دقیقه. گزینه 1. گزینه 1. 1 انتخاب آخر شد. بفرمایید. سوال 4 از 15، 4 میلیونی. بفهمید. تنها ماده ای که در اسید حل نمی شود کدام است؟ گزینه 1 مرواری، 2 نقره، 3 الماس، 4 طلا. فکر می کنم گزینه 1 درست باشه. 1. اجازه بدید که حضار محترم در سالن کمک کنم. بله. این کمک من به شما. خواهش میکنم. گزینه 1 3%، 2 2%، 3.84%، 4.11%. اعتماد میکنم. اعتماد میکنید و گزینه 3 رو انتخاب. بفرمایید. علی جان اگر اشتباه پاسخ بدید من دیگه اجازه دخالت ندارم. دو تا گزینه کمکی دارید. بله. سوال 5 از 15، نقطه امن اول ما. بفرمایید. جزیره آشوراده در کدام استان ایران قرار دارد؟ گزینه 1 بوشهر، 2 هرمزگان، 3 مازندران، 4 گلستان. بین گزینه 3 و 4 شک دارم. اگر شک دارین تماس تلفنی برقرار. فکر میکنم مازندران درست باشه. گزینه 3. 3 انتخاب آخر شده. بفرمایید.
متاسفم. موفق باشید. مرسی. چرا کمک نمیگیرین از این گزینه؟ والا مرسی خاله علی آقای. مرسی. مهرداد باقری هستم، 20 ساله از شهر تهران. کدام کتاب از شکسپیر است؟ سال 5 از 15. گزینه 4 انتخاب بکنم. انتخاب آخرتون. بله، بفرمایید. موجب این چک مبلغ 50 میلیون ریال در وجه آقای مهرداد باقری بابت تسویه جایزه مسابقه تلویزیون برنده باش پرداخت کردید. علی صالحی هستم از کرد. نام قدیم هندوستان چیست؟ گزینه دو. انتخاب آخرتون دو. بفرمایید. مبلغ 250 میلیون ریال در وجه آقای علی صالحی بابت تسویه جایزه مسابقه تلویزیونی برنده باش پرداخت کردید. محمد مهرابی نصف هستم از تهران. کدام کتاب از سیمین دانشور است؟ گزینه 3 سوبشون. سه انتخاب آخر. بفرمایید. به موجب این چک مبلغ 50 میلیون ریال در وجه آقای محمد مهرابی نصب بابت تسویه جایزه مسابقه تلویزیونی برنده باش پرداخت کردید. برای تحصیل و رشد استعداد کودکان میخوام هزینه کنم. یه بخشیشو واسه خیریه قراره هزینه کنم، یه بخش دیگه‌ش هم هزینه های روزمره زندگی. محمد رضا غفار هستم از گرگان. آبشار شلماش در کدام استان است؟ آذربایجان غربی. سه میفرمایید. بله. بفرمایید. مجرم چک مبلغ 400 میلیون ریال در وجه آقای محمد رضا غفار بابت تسویه جایزه مسابقه تلویزیونی برنده باش پرداخت کردید. یکی از این اقواممون متاسفانه به بیماری سرطان مبتلا شده. من یه مقدار میخوام بهشون حتما کمک کنید. ما براشون دعا میکنیم. کتابی که این شب خدمت شما عزیزان معرفی میکنم نوشته مصطفی مسرور است که به خاطر این رمان موفق شده جایزه قلم زرین رو دریافت کنه. این کتاب چندین بار تجدید چاپ شده و مورد استقبال زیاد مخاطبین قرار گرفته. نام این کتاب هست روی ماه خداوند را ببوس. این رمان در حقیقت داستان شک به چیستی وجود انسان و خداست. شخصیت های داستان با عبور از شک به یقین و باور انسان از خداوند میرسند. به افتخار خودم دست. میریم سراغ سه شرکت کننده ای که بیشترین پاسخ صحیح رو تا به این لحظه دادن. نفر اول شماره 67. 67 افتخارشون. نفر دوم شماره 177 و نفر سوم 121. مرسی. 121 تو سالون نیست فکر کنم. 121 از کجا تشریف آوردین؟ من از شهرستان نوشهر. من تهران هستم. همراه خانومم.
خانواده. همراه خانوادم. همسرم و با جناب خواهر خانم. اهل مطالعه هستی خانم؟ بله، اگه وقتش باشم درسامو که خوندم، وقت آزادش باشم کتاب میخونم. در روز 15 تا 20 دقیقه مطالعه دارم. کتابای دینی بیشتر. کم و بیش، ولی خانم خیلی مطالعهشون بالاست. من کمتر. آخرین کتابی که خوندین چی بوده؟ آخرین کتاب بچه های ابدی بود. بی نوایان. سرنوشت زندگی نویسنده‌اش هم خانم فهیمه رحیمی. کتاب اطلاعات عمومی بیشتر میخونم. کتاب یادت باشه. یادت باشه که کتاب خیلی جالبی هست. به نظرم اکثر جوان ها اگر رو مطالعه بکنن میتونن تو زندگیشون کاملا ازش استفاده بکنن. برنده باش چقدر افزایش اطلاعات شما موثر بود؟ خیلی ما رو بالاخره به سمت این برده که خیلی چیزا رو که مطالعه نمی کردیم و راجع بهش فکر بکنیم. اصلا چه کسی بیشترین کمک رو بهتون کرد تا به اینجا برسید؟ اصلش مدیریت خانومم بود. همسرم قطعا بیشترین کمک رو بهم کرده. والا از لحاظ کمک هیچ کس کمکم نکرده، ولی جا داره اینجا یه تشکر ویژه از مادرم بکنم. کمک ایشون اینجوری بوده که حتی موقع غذا خوردنم لقمه گرفته گذاشته دهن من. واقعا من نمیدونم چجوری از ایشون تشکر کنم. من خواهرم. والا دیگه قسمت این بود، ولی خب از شانس ما همش پزشکی بود سوالای ما. دیگه پزشکی هم یه خورده سخت و تو هیته مطالعات من نبود. خراب کردم. با چه عددی؟ صفر. اگوزینه هم استفاده نکردم متاسفانه و جواب اشتباه دادم. بینندگان گرامی، همراهان عزیز، امیدوارم که از رقابت شرکت کنندگان امشب لذت کافی برده باشید. هفته ای پر از انرژی رو براتون آرزومندم. منتظر حمایتاتون هستم. شب خوش، خدا نگهدار. مطالعه فراموش نکنید.